رفقا درود به همتون، امیدوارم که خوب باشین. در ادامه ویدیوی قبلی که راجع به کریدیت کارت بود، تو این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم که چجوری میتونین یه کریدیت خوب درست کنین، یه کریدیت هیستوری و یه کریدیت سکور خوب درست کنین و اینکه چه فاکتورهایی میتونه روی کریدیت شما تاثیر داشته باشه. و قبلش اینو بهتون بگم بچه‌ها که من مشاور امور مالی و بانکی و کریدیت و اینا نیستم. هر چیزی که بهتون میگم تو این ویدیو صرفاً تجربه خودم هستش که تو این 14 15 سال زندگی تو امریکا به دست آوردم و این تجربه رو باهاتون شیر میکنم به امید اینکه بتونه کمکتون کنه، مخصوصا بچه‌ای که تازه میان امریکا بتونه از این اطلاعات استفاده کنن و کارشون راحت‌تر باشه. بچه‌ها تو امریکا 3 تا کریدیت کمپانی وجود داره که این کمپانی‌ها کریدیت شما رو مانیتور میکنن و هر اتفاقی که برای کریدیت شما بیفته اینا رو ثبتش میکنن و به اصطلاح این 3 تا کمپانی هستن که برای شما کریدیت سکور درست میکنن و نشون میدن که کریدیت سکور شما چجوری هستش و به اصطلاح این کریدیت سکور رو تعیین میکنن، اندازه میگیرن نسبت به اعمال و رفتار شما نسبت به کریدیتتون. مثلا شما اگر بدهی که به بانک دارین رو مثلا از روی کریدیت کارتتون یه پولی خرج میکنین و این پول رو باید به موقع برگردونین به بانک. حالا اگه شما این پول رو به موقع به بانک برگردونین، بانک ماهی یه بار به این کمپانیا ریپورت میده و میگه که خب مثلا این فلان شخص به موقع پولش رو پرداخت کرده، آدم خوش حسابی هستش، یا یعنی اینکه پولش رو دیر پرداخت کرده، پیمنتش رو دیر داده، آدم خوش حسابی نیست. و نسبت به این اطلاعاتی که این کمپانی ها از مثلا بانک میگیرن هر ماه، کردیت سکور شما رو بالا پایین میکنن و به صلاح اندازه میگیرن. حالا این کمپانی ها اسمشون هستش، من اگه پایین رو نگاه میکنم بچه به خاطر اینکه نوت برداشتم که مطمئن بشم همه چی براتون کاور میکنم. اسم این کمپانی یکیشون هست ایکویفاکس، یکیش هست اکسپریان و یکیش هم هست ترانس یونین. خب بچه حالا کریدیت سکور چی هستش؟ کریدیت سکور یه عددی هستش از 350 شروع میشه تا 850. شما هر چی به 850 نزدیک تر باشین یعنی اینکه کریدیت شما بهتر هستش و هر چی که فاصله از 850 بیشتر باشه، دورتر باشه، یعنی اینکه کریدیت شما ضعیفتر هستش. و کریدیت 750 به بالا، 750 تا 850 رو هم بهش میگن کریدیت عالی. بچه حالا چرا کریدیت سکور مهم هستش؟ کریدیت سکور مثل اعتبار شما میمونه. شما وقتی که وارد امریکا میشین مثل یه برگه کاغذ خالی هستین که هیچی روش نیست. اگر از بانک پول بخواین یا کریدیت کارت بخواین، بانک نمیدونه که باید به شما اطمینان کنه یا نه. کریدیت سکور همون اعتبار شما هستش که به بانک این رو نشون میده که آیا بانک میتونه به شما اطمینان کنه یا نمیتونه اطمینان کنه، بهتون وام بده یا نده، و اگر مثلا وام میده سود چقدر باید ازتون بگیره، سود بالاتر بگیره یا کمتر بگیره. شما هرچی کردیتتون بهتر باشه، به اون عدد 850 نزدیک تر باشه، سودی که بانک ازتون میگیره به خاطر وامی که بهتون میده کمتر هستش. و هرچی کردیت سکور شما ضعیف تر باشه، امکان این که اصلا وام بگیرین ممکنه خیلی پایین باشه، یا اگرم وام بگیرین اینترست خیلی بالا، بهره خیلی بالا ازتون میگیرن. حالا بچه ببینیم چه فاکتورهایی روی بهتر شدن یا بدتر شدن کردیت شما تاثیر داره. در کل 6 تا آیتم هستش که میتونه کردیت شما رو بهتر کنه، بالا ببره یا اینکه بدترش کنه. اولیش کردیت کارت یوتیلیزیشن هستش، یعنی اینکه شما مثلا اگر کردیت کارت شما 1000 دلار لیمیت داره برای اینکه بتونید استفاده کنین و شما 500 دلارش رو استفاده کنین، این یعنی اینکه شما 50% یوتیلیزیشن داشتید. حالا شما چیزی که میگن این هستش که باید یوتیلیزیشن کل کردیتتون رو زیر 30% نگه داریم. اینجوری میتونین کردیتتون رو بهتر کنین. اگر کردیت شما لیمیتش کلا 1000 دلار هست، اینو زیر 300 دلار نگه دارین و سعی کنین بیشتر از 300 دلار خرج نکنین. حالا مثلا اگر یه اتفاقی میفته شما نیاز دارین 500 دلار 600 دلار خرج کنین، اوکی هستش، مشکلی نیستش، ولی سعی کنید بعد از دو سه روز که این خرج، این هزینه یا خریدی که کردین روی کردیت کارتتون وقتی که نشون داده میشه، سعی کنین قبل از کلوزینگ دیتی که روی استیتمنت بانک شما هستش، اون مثلا 300 دلار یا 200 دلار اضافه ای که خرج کردین رو به بانک برگردونین و اون یوتیلیزیشن کردیتتون رو بیارین به همون 300 دلار یا بیارین زیر همون 30%، که اینجوری کردیتتون آسیب نبینه و تا جایی که میتونین زیر 30% نگه دارین که کردیتتون بهتر بشه. بچه استیتمنت همون صورت حساب بانکی هستش که بانک براتون میفرسته هر ماه و به شما میگه که مثلا چه خرجایی انجام دادین و اینکه چقدر به بانک بدهکار هستین. کلوزینگ دیت یه تاریخی هستش که روی اون استیتمنت نشون میده و اون تاریخی هستش که بانک فعالیت‌های شما رو به اون سه تا کمپانی کردیت گزارش میده. برای همین گفتم که شما سعی کنین
مثلا اون 200 دلار 300 دلاری که بیشتر اضافه تر خرج کردین روی کردیتتون رو قبل از کلوزینگ دیت اونو پرداخت کنین، که وقتی که بانک به این سه تا کمپانی گزارش میده اون یوتیلیزیشن شما زیر 30% باشه توی اون گزارش. برای همین به همین شکل هستش که شما میتونین به اصطلاح کردیت خودتون رو بهتر بکنین. بچه‌ها مورد بعدی که خیلی روی کردیت کارتتون میتونه تاثیر داشته باشه پیمنت هیستوری هستش. پیمنت هیستوری یعنی این که شما همه خرجی که با کردیت کارتتون انجام میدین در طول یک ماه اون هزینه رو آخر ماه به موقع سر وقت به بانک برگردونید. حالا موقعش کی هستش؟ روی اون استیتمنتتون، اون صورت حساب بانکیتون یه تاریخی هست به اسم دو دیت. شما باید تا قبل از اون تاریخ پول رو به بانک برگردونید. وقتی که این کارو شما انجام بدین، بانک گزارشش رو به اون سه تا کمپانی کردیت کارت میده و میگه که شما آدم خوش حسابی بودین، به موقع پول رو پرداخت کردین و همین باعث میشه که کردیت اسکور شما بهتر بشه. و اگر شما دیرتر پول رو پرداخت کنین، بانک به اون سه تا کمپانی گزارش میده، میگه که آقا این طرف خوش حساب نبود، به موقع پول رو پرداخت نکرد و اون کمپانی هم کردیت اسکور شما رو پایین میاره. رفقا مورد بعدی که میتونه روی کردیت شما خیلی تاثیر داشته باشه بهش میگن دراگاتوری مارکس. به این معنی هستش که مثلا شما روی کردیت کارتتون یه پول خرج میکنین و این پول رو به بانک بر نمیگردونید. یه سری کمپانی اینجا هستن بهشون میگن کالکشن ایجنسی. بانک اطلاعات شما رو میفرسته برای این کمپانیا و این کمپانیا با شما تماس میگیرن، سعی میکنن که این پول از شما بگیرن. وقتی که بانک شما رو میفرسته به کالکشن ایجنسی، این خیلی بد هستش برای کردیت شما. به اصطلاح میگن که شما روی کردیتتون کالکشن گرفتین و وقتی که روی کردیتتون کالکشن بگیرین خیلی تاثیر منفی روی کردیت شما داره. و یه مثال دیگه این هستش که خیلی زیاد اینجا اتفاق میفته متاسفانه توی امریکا به خاطر هزینه های پزشکی خیلی بالا هستش. خب یه سریاشو مثلا بیمه میده ولی یه خورده شما باید عجیب خودتون بدین و خیلی از مردم نمیتونن توان پرداخت هزینه های به اصطلاح بیمارستانی رو عجیب خودشون ندارن. به خاطر همین اون قبض پزشکیشون که پولی که بدهکار هستن خب میره به کالکشن ایجنسی و اونا کالکشن میگیرن روی کردیتشون و به خاطر قبضای پزشکی و بیمارستان کردیتشون خراب میشه. وقتی شما کالکشن بگیرین روی کردیتتون میتونه تقریبا تا 7 سال هم طول بکشه تا اینکه از کردیتتون پاک بشه. یعنی تا 7 سال شما هر جا برین بخواید وام بگیرین، کردیت کارت بگیرین، روی کردیتتون نشون میده که شما کالکشن داشتین و اینکه یه جوری به اصطلاح آدم قابل اطمینانی نیست. دوستان فاکتور بعدی که روی کردیت شما میتونه تاثیر داشته باشه Age of Credit History هستش. یعنی اینکه طول عمر کردیت شما، سالها، میانگین سالهایی که شما کردیت داشتین. اگر مثلا شما یه دونه کردیت کارت دارین و اونو 10 سال پیش باز کردین، میانگین عمر کردیت شما 10 سال هستش. اگر شما دو تا کردیت کارت دارین، یکیشو مثلا 4 سال پیش باز کردین، یکیش هم 1 سال پیش، خب اینا 4 رو به اضافه 1 میکنم میشه 5، تقسیم بر تعداد کردیت کارتتون میکنن که 2 هستش، عمر میانگین عمر کردیت شما میشه 2 سال و نیم. پس هرچی این زمان میانگین عمر کردیت شما بچه طولانی تر باشه تاثیر مثبتی روی کردیت سکور شما داره. یه چیزی بهتون بگم بچه، یادتون باشه که هیچ وقت کردیت کارت های قدیمیتون رو نبندین، برای اینکه اون کردیت کارت ها هستن که کردیت کارت های قدیمی هستن که میانگین عمر کردیت شما رو میتونن خیلی بالاتر نگه دارن. اگر شما کردیت کارت قدیمیتونه که مثلا 10 سال داشتین رو ببندین، این میانگین عمر کردیت شما رو یه دفعه میاره پایین و این خوب نیستش. گفتم شما باید این میانگین عمر کردیتتون رو هرچی میتونین بالاتر و طولانی تر نگه دارین. توی ویدیو قبلی اشاره کردم یه جا گفتم که سعی کنین کردیت کارت هایی بگیرین بچه ها که هزینه سالیانه نداشته باشه، که برفرض اگر یه موقعی هم شما نخواستین از کردیت کارت های قدیمیتون استفاده کنین، به خاطر اون هزینه سالانه مجبور نباشین ببندین کردیت کارتتون رو. اگه کردیت کارتتون کاملا رایگان باشه، میتونین کردیت کارت همجوری باز نگه دارین، در سال 2-3 دفعه فقط ازش استفاده کنین، حالا یه خرج 5 دلار 10 دلار میتونین انجام بدین و اون پولم به بانک برگردونین و به این شکل کردیت کارت شما بسته نمیشه. چون اگر شما تقریبا 1 سال از کردیت کارتتون استفاده نکنین، فعالیتی روش نباشه، بانک نامه به شما میزنه میگه که چون فعالیتی روی کردیت کارت شما نیست ما اینو میبندیم. ولی خب شما اگر یکی دو بار سه بار در سال استفاده کنین، این کردیت کارت شما باز میمونه. من خودم کردیت کارت قدیمیمو
که خیلی ازش استفاده نمی کنم و همین کار انجام میدم. در طول سال دو سه بار فقط ازش استفاده می کنم برای اینکه اینو باز نگه دارم که طول میانگین عمر کردیت من به اصطلاح طولانی بمونه. شما بهتون به اصطلاح توصیه می کنم که همین کارو بکنین، مطمئن باشین که کریدیت کارت های قدیمیتون رو اصلا نبندید. بچه مورد بعدی که میتونه روی کریدیت شما تاثیر داشته باشه بهش میگن total account، یعنی تعداد حساب هایی که شما دارین و استفاده میکنین. میتونه مثلا کریدیت کارت باشه، میتونه وام باشه، میتونه مثلا لیز ماشین باشه. اینجوری بذارین بهتون توضیح بدم که یعنی اینکه شما به چند جا بدهکار هستین. شما مثلا اگه کریدیت کارت دارین، خب یعنی اینکه هر ماه به بانک بدهکار میشین و بعد مثلا اون پول به بانک برگردونین. اگر مثلا ماشین لیز کردین، خب شما باید هزینه لیز ماشینتون رو هر ماه 200 تا 300 دلار هر چقدر که هستش رو به اون مثلا نمایشگاه یا به اون مثلا بانک پرداختش کنید. پس وقتی که شما مثلا چند جا بدهکار باشین و پولاتون رو به موقع پرداخت کنین، این نشونه خوبی هستش. این نشون میده که شما مثلا آدم مسئولیت پذیری هستین، آدمی هستین که میتونین خیلی خوب مدیریت کنین مسائل مالیتون رو، حساباتون رو، و این باعث میشه که کردیت شما بهتر بشه و به اصطلاح اعتبار شما بالاتر بره. رفقا، مورد بعدی که روی کردیت سکور شما میتونه تاثیر داشته باشه هارد اینکوایری هستش. یعنی اینکه مثلا شما هر بار که میرین وام بگیرین، میرین کردیت کارت بگیرین، ماشین لیز کنین، خونه اجاره کنین، کردیت شما رو چک میکنن ببینن شما آدم با اعتباری هستین یا نه. به اصطلاح میگن کردیت شما رو ران میکنن. هر دفعه که کردیت شما ران بشه، شما یه دونه هارد اینکوایری میگیرین که روی کردیت هیستوری شما نشون میده، و هر چی تعداد هارد اینکوایری بالاتر باشه به ضرر کردیت سکور شما هستش. بر همین یادتون باشه که سعی کنین تند و تند کردیتتون رو هی ران نکنین، برای اینکه تاثیر منفی روی کردیت سکور شما داره. فکر میکنم اگر در سال دو بار بیشتر کردیتتون رو ران کنین و بیشتر از دو تا هارد اینکوایری داشته باشین، میتونه تاثیر خیلی زیادی روی کردیت سکور شما داشته باشه. خب رفقا، این بود از ویدیوی امروز راجع به کردیت سکور و کردیت هیستوری و اینکه چه فاکتورهایی کردیت شما رو بهتر میکنه یا بدتر میکنه. امیدوارم که این اطلاعات به درتون بخوره. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین، سابسکرایب فراموشتون نشه، لطفاً شیر کنین ویدیو رو، اجازه بدین بچه‌های بیشتری بتونن ببینن این ویدیوها رو و از این اطلاعات استفاده کنن. اینجوری یه حمایت بزرگی هم از این کانال میشه. اگر هم که سوال دارین، مثلا همیشه میتونین تو اینستاگرام به مسیج بدین و یا اینکه زیر ویدیو برام کامنت بذارین. مرسی که با من بودین، تا ویدیو بعدی.